به نام خدا، عرض سلام و درود دارم حضور همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز چینل یوتیوب AFG News. شما را به یکی دیگری از برنامه های معلوماتی این چینل خیلی خوش آمدید میگویم. آرزو میکنم موضوع انتخاب شده برنامه امروزی ما مورد توجه و قبول شما قرار بگیرد. عزیزان برنامه، قبل از این که بریم سراغ موضوع اصلی برنامه ما، از شما دعوت میکنم ابتدا چینل یوتیوب خودتان AFG News را لایک، سابسکرایب و شیر نمایید و در ادامه تا پای ویدیو با ما بپایید. موضوع امروزی برنامه معلوماتی من و شما هست دوستان عزیز، زندگی نجیب الله احمدزی یا دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان. نجیب الله در 6 اوت 1947 در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در پادشاهی افغانستان به دنیا آمد. دهکده‌ای که نیاکان او متعلق به آن بودند در بین شهرهای گردیز و سید کرم پکتیا قرار داشت. تبار او از طایفه احمدزی شاخه غلزایی قوم پشتونند. وی در لیسه حبیبیه کابل و مدرسه سنت جوزف یارمولای هند تحصیل کرد. او در سال 1964 وارد دانشگاه کابل شد و در سال 1970 لیسانس جراحی پزشکیش را به دست آورد. نجیب الله در 28 سالگی در سال 1975 درجه دکترای پزشکی خود را به دست آورد. با این حال او هرگز پزشکی نکرد و در سال 1965 که مصروف تحصیلات دانشگاهی بود به جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوست و تا سال 1973 هم کار و محافظ نزدیک ببرک کارمند بود. او توانست در سال 1977 عضویت کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به دست آورد و در اپریل 1978 رسما وارد عرصه قدرت شده و از اعضای شورای انقلاب به حساب می رفت. پس از اینکه وی پله های ترقی را به سرعت در حزب پیمود، از طرف جناح خلق که قدرت را به دست داشتند به عنوان سفیر افغانستان در ایران از مرکز دور ساخته شد و پس از مدت کوتاهی به اروپا تبعید شد. او تا هنگام تهاجم شوروی به افغانستان در سال 1979 در تبعید به سر می برد و با سر قدرت آمدن جناح پرچم به رهبری ببرک کارمل دوباره به افغانستان برگشت. نجیب الله از سوی قومش و همزبانانش ستوده می شود و از او به نام های شهید نجیب الله، دکتر نجیب الله یاد می کنند. وی با خانم فتانه نجیب ازدواج کرد. خانم نجیب فعلا به همراه 3 دخترشان در کشور هند زندگی می کنند. وی استاد زبان و ادبیات فارسی دری است. فعالیت های سیاسی دکتر نجیب الله: قدرت در دست جناح خلق، سفارت در ایران. از سال 1978 تا سال 1980، پس از کودتای هفت ثور در سال 1357 خورشیدی، نجیب الله در سازمان‌های حزبی مشغول کار شد. در ماه ژوئیه 1978 او به عنوان سفیر به تهران اعزام گردید و پس از مدت توسط نور محمد ترکی و به دستور حفیظ الله امین به اروپا تبعید شد. قدرت در دست جناح پرچم، ریاست خود از سال 1980 تا سال 1985. در سال 1980 نجیب الله به عنوان رئیس خود سازمان اطلاعاتی دولت افغانستان منصوب شد و به درجه دگر جنرالی ارتقا یافت. او در طول 6 سال ریاست خود 2 تا 4 معاون تحت فرمان خود داشت که بنابرای خود مسئول 12 بخش بودند. به اساس شواهد نجیب الله در زندگی خانوادگی و حرفه‌ای خود عالی عمل می‌کرد. او بیشتر از همه افرادی که در مناصب عالی جمهوری دموکراتیک افغانستان فعالیت داشت خدمت کرده است. در ژوئن 1981 نجیب الله به همراه محمد اسلم وطنجار
فرمانده اسبق اردوی ملی افغانستان و وزیر ارتباطات وقت و دگر جنرال محمد رفیع وزیر دفاع عضویت کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق را کسب کردند. در زمان تصدی نجیب الله پرسنل خود از 10 نفر به 25,000 نفر و سپس به 30,000 نفر افزایش یافت. کارمندان خود از پردرآمدترین کارکنان دولتی در افغانستان بودند و به همین دلیل تلقین سیاسی مقامات خود در اولویت قرار داشت. نجیب الله در مورد برنامه تلقین مقامات خود گفت: یک سلاح در یک دست، یک کتاب در دست دیگر. فعالیت‌های ضد شورشی که توسط خود را اندازی شد در زمان نجیب الله به اوج خود رسید. نجیب الله مستقیماً به کجیبی پاسخگو بود و بخش بزرگی از بودجه خود توسط اتحاد جماهیر شوروی تأمین می شد. همانطور که زمان نشان می دهد نجیب الله بسیار کارآمد بود و در دوران تصدی خود به عنوان رهبر خود هزاران نفر از شهروندان ضد کمونیست، مخالفان سیاسی و بنیادگراها را دستگیر، شکنجه و اعدام کرد. کارآمدی او توجه شوروی ها را به خود جلب کرد. به همین دلیل خود به بیرحمی خود مشهور شد. علاوه بر این نجیب الله ریشه های سرقت، رشوه و فساد را در ابعادی که قبلا دیدن شده بود از میان برداشت. به قدرت رسیدن از سال 1985 تا سال 1986. او در نوامبر 1985 به پست منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق افغانستان منصوب شد. به قدرت رسیدن وی با تبدیل خود از ریاست به وزارتخانه در ژانویه 1986 ثابت شد. میخائیل گورباچوف با بدتر شدن اوضاع در افغانستان و جستجوی راه‌های خروج از آن خواستار استعفای ببرک کارمل از سمت دبیر کل حزب دموکراتیک خلق شد. این سوال که چه کسی جانشین کارمل می‌شود بحث‌های داغی بود، اما گورباچوف از نجیب الله حمایت می‌کرد. یوری آندریوپوف، دمیتری استینوف و بوریس پونوماروف همگی به نجیب الله فکر می‌کردند. مذاکرات درباره جانشینی کارمل از سال 1983 آغاز شده بود. با وجود این نجیب الله تنها انتخاب شوروی نبود. یک گزارش جی آر یو نشان می‌دهد که او یک ملی‌گرای پشتون است. موضوعی که می‌تواند محبوبیت رژیم را بیشتر کاهش دهد. فرد مورد نظر جی آر یو اسدالله سروری رئیس سابق اکسا پلیس مخفی قبل از خود بود که به عقیده آنها بهتر میتوانست بین پشتونها، تاجیکها و هزارها توازن برقرار کند. یکی دیگری از نامزدهای مناسب عبدالقادر بود که رئیس انقلاب سور بود. با این حال نجیب الله در 4 می 1986 در 18 نشست حزب دموکراتیک خلق افغانستان جانشین ببرک کارمل به عنوان دبیر حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد. اما کارمل همچنان پست خود را به عنوان رئیس هیئت شورای انقلاب حفظ کرد. در 15 نجیب الله خود را دبیر کل حزب دموکراتیک خلق، کارمل را به عنوان رئیس شورای انقلاب و سلطان علی کشمند را به عنوان رئیس شورای وزیران معرفی کرد. ریاست جمهوری نجیب الله. محمد نجیب الله در سال 1986 رئیس جمهور حکومت افغانستان و جانشین ببرک کارمل شد. او به تدریج از اصول اصلی و خطوط مرامی حزب صرف نظر کرد و در قانون اساسی در اساسنامه و مرامنامه حزب تعدیلاتی به وجود آورد. نام حزب دموکراتیک خلق را به حزب وطن تبدیل کرد و به برنامه های سازمان ملل در مورد کنارگیری از قدرت، تشکیل حکومت موقت و حتی انتخابات آزاد موافقت نمود. و یک لوی جرگه تشکیل داد که بیش از 800 نفر در آن حضور داشت و در آن جرگه قانون اساسی نیز تغییر داده شد. دکتر نجیب الله در زمان پیشروی مجاهدین گنجینه باختر را که یکی از بزرگترین گنجینه های تاریخ به شمار می رفت از موزه ملی به زیرزمینی بانک مرکزی انتقال داد تا از غارت در امان بماند. البته همین طور شد و در زمان جنگ های داخلی از دست غارتگران در امان ماند تا بالاخره در زمان حامد کرزی از آن رونمایی شد. در دوران ریاست جمهوری وی اتحاد جماهیر شوروی خروج نیروهای خود را از سال 1989 آغاز و تا سال 1992 تمام نیروهای شوروی از خاک افغانستان بیرون شدند.
سیاست‌های مصالحه با احزاب جهادی برای رسیدن به یک تفاهم ملی بود و اگر احزاب مخالفت می‌کردند ادامه جنگ بدون حضور نیروهای شوروی بود. هرچند با خروج اتحاد جماهیر شوروی کمک نظامی به دولت نجیب قطع شد، اما شوروی‌ها با کمک‌های اقتصادی و اطلاعاتی از رژیم وی حمایت می‌کردند. در حالی که پاکستان و ایالات متحده به حمایت خود از مجاهدین ادامه دادند، او در طول دوران تصدی خود سعی کرد با فاصله گرفتن از سوسیالیسم به نفع ناسیونالیسم افغانی، لغو نظام تک حزبی و اجازه ورود غیر کمونیست‌ها به دولت از طریق اصلاحات آشتی ملی، چهره جدید از رژیم خود را برای مردم معرفی کند. در قانون اساسی سال 1990 همه اشاره‌ها به کمونیسم حذف شد و اسلام دین رسمی اعلام گردید. تاجران تبعید شده نیز اجازه ورود به افغانستان گرفتند. به دلایل مختلف چنین اصلاحاتی باید رژیم دکتر نجیب الله را از حمایت قابل توجهی برخوردار میکرد، اما پس از کودتای او در مسکو و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 1991 نجیب الله بدون همتای خارجی ماند. این امر همراه با فروپاشی داخلی دولت وی به خصوص پیوستن جنرال عبدالرشید دوستم به مجاهدین، منجر به استعفای وی در اپریل 1992 و ورود احزاب جهادی در عرصه قدرت افغانستان گردید. سیاست های اقتصادی نجیب الله سیاست های اقتصادی کارمل را ادامه داد. افزایش روابط با بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی همچنان ادامه داشت و تجارت دو جانبه هنوز برقرار بود. وی توسعه بخش خصوصی در صنعت را تشویق کرد. برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی را که در ژانویه 1986 شروع شده بود تا مارس 1992 ادامه داد. با تطبیق این برنامه رشد اقتصادی افغانستان که تا سال 1985 سالانه کمتر از 2 بود باید به 25% می رسید. همانطور که از یک کشور در حال جنگ انتظار می رفت، هیچ یک از این اهداف برآورده نشد و اقتصاد افغانستان به رشد سالانه 2% خود ادامه داد. قانون اساسی 1990 به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای کرد. ماده 20 درباره تأسیس شرکت‌های خصوصی بود و ماده 25 سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در بخش خصوصی تشویق می کرد. این بود برنامه معلوماتی در مورد زندگی دکتر نجیب الله. سپاس و تشکر میکنیم از توجه و همراهی شما. ادامه کارکردهای دکتر نجیب الله را در برنامه دیگر برای شما پیشکش خواهیم کرد. برای حمایت از ما و دیدن ویدیوهای بعدی لطفاً چینل من را سابسکرایب نموده زنگوله را بفشارید و برای بهبود برنامه های معلوماتی و خبری من نظریات نیک، ارزشمند و پسندیده خود را در کامنت با ما شریک سازید. تا برنامه معلوماتی دیگر شما را به الله منان امانت می کنم. خداوند یار و یاورتان. الله نگهدار.